خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما به ادامه درس قبلی باقی مانده درس خدا ادامه میدیم. کارت این تریال هفته میشه. یک دو سه چهار پنج شش هشت هشت تانه ریکارد شده نه؟ خب پارت نهم بزنیم. خب ریزیوم میکنم. اما فایل قبلی رو باز میکنیم. خب در ریکارد قبلی ما شما این مقدار خوانده بودیم، مقدار درس خوانده بودیم. ما شما تا یک قسمت خوانده بودیم نه؟ استاتیگ فهمیدیم که چرا استفاده میشه، چه قسم کار میکنه. خب من یک بار بازم همه قسم مرور میکنم. خب سعی کنین اول یک کلاس ساختیم نه؟ وقتی شما کلاس میسازیم با استفاده از کلمه کلیدی کلاس، کلاس خودا دیفاین میکنیم یا دیکلیر میکنیم. کلاس ما شما به نامی چی هست؟ میتود دیمو. یعنی نام کلاس ما شما میتود دیمو است. و پابلیک که گفتم در صورتی که شما داخل کلاستان مین میتود داشته باشین باید پابلیک هم داشته باشه. پابلیک سطح دسترسی کلاس مشخص میسازه. به این معنا که در صورت که کلاس دیگه داشته باشین از این کلاس به این کلاس دسترسی میتونین داشته باشین. به خاطر اینکه کلاس چی تعریف شده؟ پابلیک. یعنی سطح دسترسیش عام است. خب اینجا یک متد داریم به نام مین. یعنی نام متد است که این متد ریتون تایپش void است و پابلیک استاتیک هم است. در صورتی که void باشه، ریتون تایپش void باشه، گفتیم از این متد چیزی برگردانده نمیشه، صحیح؟ و شما برگردانده هم فهمیدین که چه قسم کار میکنه. رز بش ما شما یک دانه متد ساختیم که ریتون تایپش چی مشخص کردیم؟ دبل. یعنی وقتی متد کال میشه یک چیزی از این متد برگردانده میشه. خب ما تا یک تکرار کنم میایم همین کد یک کد دوباره نوشته میکنم، صحیح؟ یعنی کلاس داریم خب گفتیم بخاطر کلاس رن کده بیتانیم اجرا کده بیتانیم باید کدام میتود داشته باشیم؟ میتود مین داشته باشیم، صحیح؟ و شما متد مین به می شکلی که من میسازم یا به می شکلی که هست شما به می شکل همیشه کار میکنید. دیگه متدایی که خودتان میسازین دلخواه میتونین پبلیک بانین یا نمانین، اون نظر به نیازمندی است که آیا نیاز دارین که پبلیک بانین یا نمانین. فعلا متد مین به می شکلی که هست به می شکل میمانین. پبلیک استاتیک void مین. پبلیک که گفتیم سطح دسترسی رو تعریف میکنه و استاتیک هم به این معناست که آیا بدون اینستانس یا بدون آبجکت هم بتونی متد استفاده کنی یا نکنی. void return type شو مشخص میکنه که آیا از این متد چیزی برگردانده بتونی یا نتونی. و من هم نامش است. و در داخل متد بعد از اینکه نام متد شما مشخص میکنین، هر متد در مقابل نام خود پرانتز باز بسته داره، صحیح؟ اینه میره پرانتز باز بسته میگه. یعنی اینجا باز میشه و اینجا بسته میشه. در داخل پرانتز پارامتر را قرار میگیره. متد من چون از قبل ساخته شده یک دانه پارامتر داره، صحیح؟ پارامتر دیگه چیز نیست، اون یک دانه وریبل است یا چندین دانه وریبل، تعداد پارامتر. پس من یک دانه وریبل میسازم چون یک پارامتر دارم و تایپش هم چی است؟ استرینگ است. استرینگ چون کلاس است، کلاس هم من گفتم همیشه در صورت شما کلاسایی که از قبل در لایبرری جاوا باشه حرف اولش کلان است. از خاطر استرینگ یک کلاس است، پس حرف اولش چی است؟ کلان است. دیگه یعنی متدها همیشه حرف اولش در جاوا
خرد است. یعنی کلمات کلیدی دیگه مثل void create type است استاتیک که مشخص میکنه چند بدون اینستانس یا بدون object کار شوه یا کار گرفته شوه یا نشوه و دیگه public سطح دسترسیش تعریف میکنه. اینا چی هسته؟ حرف اولش مکمل خرد است. اما فقط کلاس ها همیشه حرف اولش کلام است. کلاس در صورتی که خودت بسازی بله اختیاری است. اما استرینگ کلاسی است که در لایبری جاوا سازیه. تو باید همین اسمش کلان بنی. کلاسی که خودت میسازی میتونی حرف اولش خرد کنی یا حرف اولش کلان بنی. اما گفتم بهتر است که حرف اولش شما هم کلان بنی. استرینگ آرگز. شما میتونین اره خود چون یک پارامتر داره و پارامتر هم چی است؟ اره است. میتونین این قوس کوچک بعد از نامی وریبل که وریبل فعلا به نام چی است؟ آرکس است. بعد از زبانین یا فرق نمیکنه قبل از زبان. فرقش در یک چیز است. در صورتی شما اگر اری تعریف کنین، اگر اینی قوس اول بانین، فرضاً اینی یک دونه وریبل دیگه هم داشته باشین، تا داخل پرانتز، تا داخل متد، البته شما نمیتونین چندین دونه وریبل با یک تایپ تعریف کنین، خب؟ مثال اگر در بیرونی متد باشین، میتونین، ولی فرقش میگه. ای را خود گفتم قبل از زبانین یا بعد از زبانین فرق نمیکنه. فرقش در کجاست اینجا من میگم. سعی کنین همیشه اره که میسازین شما فرضاً یک اره میسازیم از تایپ انتیجر به نام ای. اگر من یعنی به این شکل بگیرم به این شکل اگر بگیرم اینال یک وریبل دیگه هم تعریف کنم آی فلان دو دانو وریبل دارم نه؟ یک به نام ای دیگه به نام آی که هر دویشان تایپش هست انتیجر است. اما ای اره است آی یک عدد سه است بدون انتیجر است انتیجر نیست. اما اگر ما ای را از قسمت حذف کنم در اولش بانم اولی هم ای اره است و هم آی اره است. یعنی فرقش است. فهمیدین؟ خیلی ساده بود یعنی اگر فعلا دو دانه وریبل داریم نه اره را گفتیم که شما این پرانتز نه این قوس کوچک کار بگیرین اره را میسازه. فعلا ای چی است؟ اره است. آی اره نیست. صحیح است؟ اره به این معنی که یعنی بیشتر از یک ولیو میتونه بگیره. شاید در سی پلاس پلاس اره را خوانده باشه. آی هم یک وریبل است که تایپش چی است؟ یعنی آی یک دانه وریبل به نام آی ساخته شده آلی به آی شما میتونین مقدار اصلا کنید. مثلا آی مسایی به ده. اما آی اره نیست. اگر شما یعنی قوس کوچک قبل از ای بگیرین باز هم ای اره میشه و هم آی اره میشه. ولی شما باز به این شکل نمیتونین به آی ولیو اصلا کنید. باید چه قسم اصلا کنید؟ اندکس صفر رومش مصایبه ده. یعنی قسم باید اصلا کنیم که قبل ازی باید انشالایش های که انشالایش نکنیم و فعلا ما شما اره را نمیخوانیم. فقط به خاطری که در اینجا شما تفاوتش رو گفتم براتون گفتم. خب ما میخوایم یک دانه کالکولیتور نه یک دانه وریبل میسازم. سعی کنین بین که یک ذره بخاطری که امی کلاس فهمیده شد که چیکار میخواییم بکنیم نامش هم تغییر میده. نام کلاس ما چی میمونم؟ پرسن. صحیح؟ یک دانه کلاس داریم به نام پرسن داریم. خیلی نام کلاسی که ما در اینجا چنج کردیم تغییر دادیم باید ایره چیکار کنم؟ نام فایلش هم پرسن میسازم. اما این کارو نمیکنم من سیوز میکنم. صحیح است؟ سیوز به این داریم نداریم؟ کنترل شیفت اس میاییم در اینمی دایرکتوری. نامی کلاس چی هست؟ پرسن هست نه؟ نامی ایرم باید چی بگیریم؟ پرسن. بخاطری که گفتیم در صورت که شما نامی کلاستان هر چی باشه باید نامی فایلم همه چیز باشه. داد جاوایش سعی است سیو می آلی به اینجا چی شد زخرش دیم
یعنی دو دونه فایل دیگه رو فعلا من دیلیت میکنم، سرتان هیچ گیج نشه. خیلی کلاس ساخته شد. حالا شما گفته میتونید که یک پرسن چی داره یعنی؟ گفته میتونید یعنی؟ یک پرسن سعی کنید همین آبجکت اورینتد که است به نام معنی فارسیش چی میشه؟ شیگرایی میشه نه؟ آبجکت چه است؟ اورینتد که میگه گراییده یعنی میگرایه به طرف شای صحیح است؟ یعنی گرایش به طرف چی است؟ شای است. خی پرسن خودش یک شای بوده میتوند یعنی؟ یک موجود است، یک شخص است. هر شای از خود چی داره؟ خصوصیات داره. مثل که روز اول ما آبجکت گفتم دو حالت میتونه داشته باشه نه؟ یک رفتار دیگه حالت. مثال یک شخص یعنی یک شخص حالتایی که میتونه داشته باشه. یک شخص نام داره یا نه؟ نام داره نه؟ پس من یک تانه وریبل میسازم به نام نیم. خیلی آلی گفتم میتونی تایپش باید من چی بگیرم؟ تایپش باید سترینگ بگیرم. بخاطر چی سترینگ بگیرم؟ نیم یک تکست هست دیگه. محمد، احمد، محمود و و و خیلی از خاطر باید تایپش چی بگیریم؟ سترینگ بگیریم. یعنی تایپش وقتی شما تایپ یک وریبل مشخص میکنید نظر و نیازمندی مشخص میکنید سیست؟ خیلی یک دارم وریبل ساختم به نام نیم تایپش سترینگ گرفتیم. دیگه یک شخص چی میتونه داشته باشه؟ ایج میتونه سن داشته باشه یعنی ایج این حال ایج ها بالایش فکر میکنیم که ایج چی میتونه تایپش باشه؟ انتیجر چون ایج عددی است یعنی سال که میگیم سال یک دو سه چهار پنج است دیگه 20 ساله است چند ساله هشت ساله سه ساله چند ساله در کل عدد است یعنی از خاطر تایپش چی میگیریم؟ انتیجر میگیریم. دیگه همین قدر فعلا بس است از خاطری که باز ساعت تمام میشه و همین قسم میمونه. خب ما آلی در داخل متد مین شما هیچ وقت یک مسیج در داخل کلاس دیسپلی کرده نمیتونیم صحیح است؟ بازم تکرار میکنم شما هیچ وقت یک مسیج در داخل کلاس دیسپلی کرده نمیتونیم در صورتی که اون مسیج در داخل یک میتون دیسپلی کرده باشیم صحیح است؟ فرضاً یک مسیج چه قسم دیسپلی میشد؟ system.out.println فرضاً من نیمه میخوایم چی کنم؟ دیسپلی بسازم آره به می شکلی که من نشته کدیم نمیتونم چون system.out.println در داخل کلاس است اما در داخل یک میتود نیست این قسم ما اجازه نداریم این سنتکسی را رسه است. خب به این شکل نمیتونیم صحیح است؟ خیلی system.out.println هم میاریم از اینجا کنترل اکس میگیم میاریم در داخل میتود من به اینجا اجازه داریم پس آره میتونیم نیمه در اینجا دیسپلی کنیم؟ نه بخاطر اونجا نیمه مشخص نکنیم چیز دیسپلی کنیم میتونیم همون چیز دیسپلی نه در درس قبلی یک چیز خوانده بودیم باز همچنیز خب نیمه چرا در اینجا استفاده کنه نمیتونیم؟ چون روز پیش در میتودا ما شما استاتیک خواندیم نه؟ گفتیم در داخل یک میتود استاتیک فقط میتونیم میتودا استاتیک استفاده کنیم پس در داخل یک میتود استاتیک میتونی وریبلای استاتیک استفاده کنی و وریبلای نان استاتیک استفاده کده؟ نمیتونی فعلا وریبلی که در اینجا ساختیم string نه؟ تایپش string است نامش نیم است ای استاتیک نیست اما متد مین ما چی است؟ استاتیک است پس من نیم به اینجا استفاده کده نمیتونم تا وقتی که آبجکتش را نسازم به اون شکلی که در متد ها داشتیم میم یک بار سیف میکنیم امیره من ترمینال باز میکنم شما اوتپوت ببینیم به خاطر کامپایل کردن اول جاوا سی نشته میکنیم بعد از نام کلاس داد جاوا نه ولی باید سینتکسی رو با ما نشان بده خب جاوا سی فایل نات فاوند پرسن داد جاوا
خب پیشه خورد مانده انا اینجا ببینین و ایرور چی میگه؟ میگه نان استاتیک وریبل نیم کان نات بی ریفرنسد فرام ای استاتیک کانتکست. از یک کانتکست استاتیک منظورش متده مین است. به یک وریبل نان استاتیک منظورش وریبل نیم است. شما دسترسی نداره. خیلی از خاطر باید وریبل نیم با اینجا چی بسازیم؟ استاتیک بسازیم. سه است؟ استاتیک استرینگ نیم. آله مشکل ایجاد نمیکنه. خب اینجا یک چیز دیگر باید داشته باشین. زمانی که شما یک وریبل دیکلیر میسازین، اینی وریبل نم فلان چی شده؟ دیکلیر شده. دیکلیر به این معنی که تعریف میشه اما مقدار داده نمیشه، یعنی اینیشالایز نمیشه. وریبل نم اینیشالایز شده چی؟ دیکلیر شده اما اینیشالایز نشده، یعنی تعریف شده، تایپش مشخص شده اما یک مقدار به او اساین نشده. در اینجا یک مشکل ایجاد نمیکنه. اما در صورتی که او وریبل تایپش یک کلاس باشه، استرینگ خودش یک کلاس است، پس وریبل مقدار پیشفرزش نل است. نل سیست. ولی اگر ما دوباره کامپایل بسازم مشکل ایجاد نمیکنه. پرسن داد کلاس هم چی میشه؟ کریت میشه. این حال اگر رن بسازم ما میبینین چی رو دیسپلی میسازه؟ نال سیست یا نال، بخاطر که وریبل نیم مقدار به او اساین نشد. اما اگر من یک مقدار بدم محمد، باز در این صورت چی میشه؟ به جای نال مقدارش دیسپلی میشه. سیست میبینین مقدارش دیسپلی میشه. به می شکل ایج هم شما دسترسی نداره، بخاطر ایج یک نان استاتیک وریبل است. نه من اینو کپی میگیرم که زودتر کار کنیم. اینو چی میگیرم؟ اچ میگیرم. به هیچ دسترسی ندارم، به خاطر دسترسی داشته باشم استاتیک میگیرم. در صورتی که تایپ یک وریبل عددی باشه، در داخل کلاس تعریف شده باشه، اگر مقدار داده نشده باشه، مقدار پیشفرزش صفر است، چون کلاس نیست تایپش. نه یک فیلد است، انتیجر یک فیلد است. در صورتی که کلاس باشه مقدار پیشفرزش نل بود که دیدین، اما در صورتی که کلاس نباشه، یک وریبلی که عددی باشه، به اون صورت مقدار پیشفرزش صفر است. اگر من صفر کنم بیایم کامپایل ران بسازم، میبینین مقدار پیشفرزش چی است؟ صفر است. خب اگر من اینجا مشخص بسازم سنیشه فرزن 22، حالا مقدار پیشفرزش چی میشه؟ اینجا انتخاب میشه. سایست کلیر نه دیگه کامپایل کنیم، حالا میبینیم که 22 است. خب حالا مفهوم استاتیک در متدا و در وریبل‌ها در هر دویشان چی شد؟ فهمیده شد. و خوبی دیگه ای که جا داره می‌بینیم که اسکوپ که من روزای قبل گفتم از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه، اینمی اسکوپ پیش است. هست؟ حالا در صورتی که اینی وریبل‌ها را سکن مفهوم ابجکت اورینتد در کل بفهمین، اینمی خودش بحث‌های ابجکت اورینتد است که شما باید یاد داشته باشید. در این قسمت ما وریبل‌ها تعریف نمی‌کنم، به اینجا تعریف می‌کنم. سس بازم هیچ تغییراتی نمیاد، به خاطر که اینجا هم داخل کلاس است، اینجا هم داخل کلاس است و از داخل متد من کال شده. سس سیو میکنیم، یعنی سیو کنیم، بازم اونمو نتیجه را داریم. این اول کامپایل می‌سازیم، بعد از او رن میکنیم، ببینیم که بازم محمد 22 ساله. خب به می شکل شما میتود دارم در هر جای کلاس که بخواین میتونین بسازم. فرضاً من یک دانه میتود میسازم به نام set name. سیست
نامش خود دلخواست نام میتد نه؟ اما ما شما خواندیم که در میتودا ریتون تایپ ضروری است صحیح وید وید یا هر ریتون تایپی که باشه فعلا میتود ستنه ما میسازیم که چیزی بر نگردانه در صورت چیزی بر نگردانم ریتون تایپ شو باید چی بگیریم؟ وید بگیریم وید اما بین نام و وید باید فاصله داشته باشه یعنی نام میتود ست نمیشد ریتون تایپش وید و میتود گفتیم هر میتود از خود چی داره؟ پرانتز باز وسط داره و بعد از او بلاک میتود سعی کنین ست نیم که میگیم به این معنی که ما میخواییم نیم ست کنیم یعنی نیم اپدیت بسازم نیم فعلا چی هست مقدارش؟ محمد است. ما نیم میخواییم چی بسازم؟ احمد بسازم خیلی از این خاطر باید به این میتود یعنی با استفاده از میتود ست نیم ما میخواییم تغییرات بیارم باید به این میتود یک پارامتر بگیرم که یک نیم جدید به اینجا بیایه که بعد از او به وریبل چی شود؟ اساین شود خب دقیق ببینین پس نیم گفتیم دیگه نه؟ نیم تایپش چی هست؟ سترینگ هست پس ما یک دانه پارامتر در میتود خود تعریف میکنم به نام نیم تایپش چی باشه؟ سترینگ باشه صحیح؟ تایپش سترینگ باشه ولی میخوایم این نیم تغییر بدم پس چیکار میکنم؟ نیم مساوی با نیم میسازم یعنی این نیم مساوی با این نیم این نیم وقتی که این میتود کال میشه یک مقدار جدید به اینجا ما پاس میکنیم که روز پیش خواندیم چه قسم ولیو پاس میشه نه؟ او ولیو به این نیم اساین میشه اما حالی چه قسم میشه؟ وقتی که ولیو میه به اینجا از خود نیم به خود نیم چی میشه؟ اساین میشه به خاطری که از این نیم به این نیم اساین شوه شما از یک کلمه کلیدی دیگه به نام تست استفاده میکنید صحیح؟ یعنی کلمه کلیدی جدیده بفهمید کلمه کلیدی دس دات نیم دس همیشه اشاره میکنه به داخل کلاس دس دات نیم که میگه به این معنا که نیمی که در داخل کلاس است پس این نیم است صحیح اما دس دات نیم که میگیم این نیم نیست کدام نیم است این نیم است نیم داخل کلاس پس بین که حالی کار بگیریم خب من میتود ست نیم میتونم به اینجا کال کنم خب متوجه باشین من میتود ست نیم کال کنم میتونم در داخل میتود من میتونم؟ نمیتونم به خاطر که چی است؟ نان استاتیک میتود است این میتود چی است؟ میتود من استاتیک است خیلی بار من این میتود من استاتیک نمیسازم چیکار کنم باید بتونم این ست نیم کال کنم؟ باید ابجکت کلاس بسازم سیست؟ کلاس بنامی چی است؟ پرسن پس ما در این قسمت اینجا خود نیم و ایش که در اینجا در داخل کلاس است مستقیما چون استاتیک تعریف کردیم مستقیما دسترسی پیدا کردیم نه خیلی متد ست نیم استاتیک نیست باید چی بسازیم ابجکت بسازیم او را میتونیم استاتیک بسازیم اما نمیسازیم به خاطر شما ابجکت ساختن هم یاد بگیریم پس این یک تانه ابجکت از کلاس پرسن میسازیم پرسن سعی کنیم نام ابجکت ما به اینجا فعلا وریبل گفته میشه چون هنوز نیو نشده کلاس پرسن است نام ابجکتش هم چی مانده؟ پرسن مانده اما متوجه باشین که کلاس حرف اولش چی است؟ کلان است من نام وریبلش هم شکلش میتونم بسازم در صورتی که نام حرف اولش چی باشه؟ خورد باشه یا حتی اقل با او فرق داشته باشه سیست؟ فرزند ایرم نمیتونم پی کلان بارم پرسن اما ای پیش کلان هستی خورد باشه حالی میتونیم بسازیم مساوی به چی میمانیم؟ نیو گفتیم حافظه تخصیص میتونه یک ریفرنس میسازه نیو پرسن
اونلی با استفاده از پرسن ما کال میکنم. با استفاده از کدام پرسن؟ اینی پرسن. اینی حرف اولش است. خوب است. داد چی میگم؟ سد؟ سد نیم. نیم. سست؟ سد؟ نیم. این سد نیم کدام؟ سد نیم است؟ اینی متد است نه؟ این متد چی داره؟ یک دانه وریبل داره. این یک دانه پارامتر داره. تایپش چی است؟ استرینگ است. خیلی وقتی که یک دانه پارامتر داره من مجبور هستم که از اینجا یک دانه ولی تایپش چی باشه؟ استرینگ باشه پاس کنم. فرضاً گفتیم نمی که قبلا محمد بود، ولی چی پاس میکنیم؟ احمد. احمد هست. ولی سعی کنیم چه قسم میشه؟ اول آبجکت کرد میشه که این آبجکت به چی اساین شده؟ به پرسن. پس پرسن خودش یک آبجکت است. ما با استفاده از پرسن که یعنی آبجکت اینمی کلاس است به میتود های کلاس دسترسی دارم. با استفاده از پرسن میتود چی رو کال میکنم؟ ست نیم. چون ست نیم یک تانه پارامتر داره، تایپش استرینگ است، خیمه از اینجا باید یک تانه استرینگ ولی رو از اینجا چی کنم؟ پاس کنم. فعلا پاس کردیم. وش از احمد. احمد از قسمت میره به این نیم. از اون نیم که اینمی نیم است یعنی اساین میشه به نیمی که داخل کلاس است. چون ما اینجا چی رو کار گرفتیم؟ دز دات نیم یعنی اینه. پس احمد آمد به اینه. آلی اینه مقداری که داره چی است؟ احمد است. او به اینجا می آید. بازم مقدارش احمد است. اساین میشه به اینه که اینی نیم است. پس اینه چی میشه مقدارش؟ احمد میشه. آلی اگر ما اینی سیستم دات اوت دات پرنده قبل از میتونه ست نیم کال کنم چی پرند میشه؟ محمد. بعد از این کال کنم چی باید پرند شه؟ احمد. چون ما از اینجا چی کردیم؟ ست ساختیم یعنی صفر کردیم نه؟ بین که حالی نتیجه رو ببینیم اول کامپایل میکنیم بعد از او رن میکنیم. میبینین بار اول چی است؟ محمد است. این خوب پرند کرده بودیم نه؟ اینجا ایشه. بعد از او چی شده؟ احمد. با وجودی که ما بازم اونمون نیم پرند کردیم نه؟ اما نیم مقدارش حالی چی شده؟ احمد شده. سیست؟ خب وقت داریم؟ خب سیست.